بینندگان عزیز، خدمتتون عرض سلام دارم، درود میفرستم. امیدوارم که خوب و خوشید و روزگار به کامتون هست. ممنونیم که در برنامه دیگه با ما همراه شدید، برنامه نواندیشان. فروزنده مسرور هستم. امروز در استودیو خانم دانا حکیمیان با ما هستند و همچنین از طریق اسکایپ با آقای رضا فانی یزدی در کالیفرنیا مصاحبه میکنیم. مطلبی رو که امروز خدمتتون ارائه میدیم مطلبی است بسیار جالب و حیاتی راجع به دانشگاه بهایی و یا به طور کلی مطلبی که پروژه جدیدی که بهش میگن Education Under Fire و یا آموزش تحت آتش، آموزش زیر آتش. حالا تمنا میکنم از دوستان عزیزی که با ما همراه هستن، هم دانا جان و همچنین آقای فانی یزدی که معرفیشون میکنم و بعد با اجازه شما سوالاتم رو مطرح میکنم. دانا جان، شما لطفاً بفرمایید که سابقه تحصیلیتون چیه، چه کردید و چرا با این پروژه کار میکنید؟ خیلی ممنون و مرسی که منو دعوت کردین برای این برنامه امشب. من خودم در سال 2002 لیسانسم رو در دانشگاه مگیل شروع کردم و بعد از چندین سال خیلی به موضوع ایران، خب من در یه خانواده ایرانی بزرگ شدم ولی یه سالم بود که از ایران اومدم، ولی همیشه موضوع ایران، عشق ایران همیشه در خانواده خودم بود و وقتی که در این دانشگاه بودم یه دیپارتمنت آف اسلامیک استادیز درسم رو خوندم و برای فوق لیسانسم دانشگاه تورنتو بیشترم رو کار ایران، رو کار حقوق بشر درس خوندم، تحقیق کردم و بعد از این درس ها که تموم شد خیلی این موضوع ایران، حق دانشجوها، حق اقلیت ها، واقعا همه کسایی که در ایران روزگار سختی میبینن، رفتم این درسم رو تبدیل کردم به کار، به یک کار پرکتیکال و این Education Under Fire واقعا من حس میکنم خیلی شانس آوردم که تونستم با این گروه کار بکنن. یه سری آمریکایی، این آدمای در آمریکا اینو شروع کردن و دارن میبرن به همه دانشگاه‌های بزرگ در آمریکا و کانادا و من برای اینکه در کانادا هستم دارم به تمام دانشگاه‌های بزرگ کانادا این شانس رو دارم که این کمپین رو ببرم، براشون توضیح بدم و اونا خودشون کمپین رو بیارن به دانشگاه خودشون. کمپینی هست برای دفاع همه کس که نمیتونن دانشگاه برن، نه فقط باهایی ها، نه همه، که برای هر عقیده، هر مذهبی نمیتونن، حق دانشگاه رفتن رو ندارن. و یه فیلم 30 دقیقه است که امنستی اینترنشنال هم کوسپانسر، سازمان عفو بین الملل، بله کوسپانسر کردن و خود امنستی در نکات های مختلف آمریکا خود این فیلم رو نشون میدن و ما در دانشگاه تورنتو، UBC، SFU، مگیل، کانکوردیا این فیلم 30 دقیقه رو میاریم. بعدن یه کانورسیشن هست، گفتگو میکنیم، بله، با بینندگان، بله. و یه اوپن لیتر که آقای دزمن توتو و رئیس جمهور ایست تیمور که هر دوتاشون جایزه نوبل رو گرفتن، اینا هم همکاری کردن، پشتوانی میکنن از این دانشجوهای ایرانی که خیلی به نظر من یه چیز جدید و بزرگی هستش. ممنونم دانا جان، یک دنیا متشکر. بریم به کالیفرنیا. آقای رضا فانی یزدی، کنشگر حقوق بشر و همچنین فعال سیاسی، درود بر شما. سلام عرض کردم به شما خانم مسرور عزیز، به خانم دانا و خوشحالم که در برنامه شما هستم. بنده هم خوشحالم که در رابطه با کارزار مبارزاتی Education Under Fire کمک میکنم و در کنار دوستان هستم و امیدوارم که تمام این زحمات به نتیجه برسه و یکی از حقوق اولیه مردم ایران و از جمله اقلیت‌های مذهبی، دیگر اندیشان در زمینه تحصیل و حق تحصیل به ثمر برسه و ما در این زمینه هر گونه تبعیض رو بتونیم از بین ببریم و همه از فرصت‌های برابر برای تحصیل در کشور ما برخوردار باشن.
سپاسگزارم. آقای فانی یزدی، اگه ممکن هست یک توضیح کوتاهی بفرمایید که این Education Under Fire یا آموزش زیر آتش، اگه ممکن است توضیح بفرمایید که چی هست و شما چگونه باش کار میکنید و چگونه حمایت میکنید. آیا شما به جامعه باهایی وابسته هستین؟ توضیحاتی بفرمایید. حتما. اول از همه من بگم که بنده باهایی نیستم، من مسلمان زاده هستم. با دوستان و با جامعه بهائیت ایران در حقیقت بجز این که در گذشته در زمان جوانی دوستانی داشتم در دبیرستان یا همسایه هایی داشتیم که بهائی بودن و به دیانت بهائی اعتقاد داشتن، بیشتر من با جامعه بهائیت در زندان جمهوری اسلامی ایران آشنا شدم، زمانی که خودم به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر شده بودم و مدت 6 سال رو در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بودم که در این دوران با دوستان زیادی از جامعه بهایی آشنا شدم و متوجه شدم که چه ظلم بی اندازه ای به دوستان بهایی ما، به هموطنان بهایی ما در کشور ما در حقیقت اعمال شده. بهایی ها به هر حال پس از انقلاب اسلامی در ایران از اولین گروه های اجتماعی بودن، یا اصلا بهتر بگم که اولین گروه اجتماعی بودن که نه به خاطر سیاست، به این دلیل که اونها در سیاست دخالت هم نداشتن واقعا، بلکه فقط به خاطر عقاید مذهبی، عقاید دینی اونها مورد تعرض نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن. شورای انقلاب و شورای کار در پس از انقلاب در اطلاعی در حقیقت در همون روزهای اول اونها رو از تمام کارهاش در واقع بخشنامه صادر کردن که اونها رو اخراج کردن از تمام کارهای دولتی و غیر دولتی. بسیاری از جامعه بهائیت در اون دوران از رهبران جامعه بهائی که مسئولین اداری این جامعه در ایران بودن ناپدید شدن، اعدام شدن و بسیاری بسیاری دیگر از اعضای جامعه بهائیت ایران به زندان‌های طویل المدت بعدها محکوم شدن و بعد سال‌های زیادی از عمرشون رو در زندان‌ها گذروندن. ولی فقط این نبود، اون در واقع تبعیضی که در جامعه ما بر جامعه بهائی ایران وارد شد. بهائیان کشور ما از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شدن، حقوقی که به هر حال ما تا اونجا که میدونیم در جمهوری اسلامی ایران تبعیض به اشکال مختلف وجود داره و بسیاری حتی شهروندان مسلمان هم هستن که بسیاری از حقوق اونها در واقع مورد تبعیض و تعرض نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره. ولی بهائی ها اصلا حق شهروندیشون رو از دست دادن متاسفانه پس از استقرار نظام جمهوری، یعنی تمام اون حقوقی رو که تمام گروه های دیگر چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ سیاسی اون حقوق رو داشتن و رسما از اونها سلب نشده بود، از جامعه بهائیت ایران اون حقوق سلب شد. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله حق اجتماعات، حق آزادی بیان، حق انتخاب مذهب، حق تحصیل، حق کار، حق زندگی، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی در اداره امور جامعه و یکی از حقوق اساسی که مورد تعرض قرار گرفت حق تحصیل بود برای جامعه بهائیت ایران. و دوستان بهایی ما در تمام دانشگاه های کشور اخراج شدن و از پذیرش اونها در دانشگاه ها خودداری شد. این مسئله درست پس از انقلاب اتفاق افتاد، انقلاب فرهنگی بر اون سهه گذاشت و از اون لحظه به بعد در واقع دوستان بهایی ما به دانشگاه های ایران پذیرفته نمی شدن و دانشجویان بسیار خوب بهایی که در دانشگاه‌های کشور بودند و حتی سال‌های پایانی تحصیل رو می‌گذروندن اونها اخراج شدند. جامعه بهایی ایران پس از سال‌ها محرومیت از تحصیل و این حق تحصیل دانشگاهی به یک ابتکار جالبی دست زدن، ابتکار این که یک
شبکه در واقع موازی دانشگاهی برای تحصیلات عالیه در کشور به وجود آوردن برای بچه های بهایی، برای شهروندان بهایی که به تحصیل عالیه دانشگاهی در واقع تمایل داشتن و میخواستن تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشن. این شبکه که یک شبکه واقعا بی نظیری بود و ابتکار بی نظیری بود که جامعه بهاییان ایران در واقع به اون اقدام دست زدن، به اینجا منجر شد که یک شبکه دانشگاهی درست شد که تعداد زیادی استاد بودن و تعداد زیادی دانشجو داشتن، کلاس‌های درسی رو ارائه می‌کردن و مدارک تحصیلی می‌دادن به بچه‌هایی که در این شبکه دانشگاهی درس می‌خوندن، مدارکی که همردیف بود با مدارک تحصیلی دانشگاهی در داخل کشور یا خارج از کشور، مدرک لیسانس و فوق لیسانس که به ایرانی بهش میگن کارشناسی و کارشناسی ارشد و غیره. این شبکه با استقبال مواجه شد و دوستان بهایی، هموطنان بهایی ما موفق شدن که در این شبکه دانشگاهی به درس و تحصیل خودشون ادامه بدن و بسیاری از اونها از همین شبکه دانشگاهی زیرزمینی در واقع فارغ التحصیل شدن و حتی اومدن خارج از کشور و ادامه تحصیل دادن. آقای اصفهانی عزیز، اجازه بفرمایید شما رو قطع بکنم که یک سوالی از خدمتتون بکنم. وقتی صحبت از این میاد که دانشگاه علمی آزاد یا دانشگاه بهایی یک دانشگاه زیرزمینی بود، آیا این منظور از اون به اصطلاح به نظر انسان میاد که این رو دولت از اون اطلاع نداشت، یا اینکه اونجور که ما اطلاع داریم دولت کاملا اطلاع داشت از وجود این دانشگاه؟ ببینید، من اول از همه چنین دانشگاهی قانونی نبود، یعنی جمهوری اسلامی ایران هیچ کدوم از مراکز در واقع تجمع بهائیان رو به رسمیت نمی شناخت و این مرکز هم که یک مرکز علمی در واقع بود رو به رسمیت نمی شناخت و اگرچه اونها شاید اطلاع داشتن از بعضی از این فعالیت هایی که این مرکز در واقع در ایران داشت، ولی نه به رسمیت می شناختن و نه حاضر بودن به اونها هیچ امکانی بدن و تا حدود زیادی هم شاید بشه گفتش که زیرزمینی. اون چرا که در ایران در واقع این روزها ما بهش میگیم زیرزمینی، حتما یک فعالیت مخفی غیر قانونی نیست. مثلا ما موسیقی زیرزمینی داریم در ایران که اگر دقت بکنین یک موسیقی زیرزمینی است که بسیاری از هنرمندان درجه اول کشور ما مثلا محسن نامجو، اینها از موسیقی زیرزمینی ایران در واقع میان، چون جمهوری اسلامی ایران یک شاخه های از موسیقی رو اصلا به رسمیت نمیشناسه و جامعه هم به خاطر اون تمایلی که به موسیقی داره برای خودش به اصطلاح مراکز موسیقی رو درست کرده که اینها معروف شدن به موسیقی زیرزمینی که در همه جا هستن، جوان ها میرن اونجا موسیقی یاد میگیرن، کنسرت برگزار میشه، از اونها لذت میبرن. نظام هم با این که در بعضی موارد اونها رو میفهمه یا جلوشون رو میگیره، ولی اینها فعالیت غیر قانونی نیستن. اینها در واقع به نظرم یک نوعی از اعتراض اجتماعی، یک نوعی از نافرمانی مدنی هستن که اگر دقت کنید نافرمانی مدنی به همین معنیست، یعنی شما یک سلسله قوانین ظالمانه در کشور هست، یکی از این قوانین ظالمانه همین هستش که شهروندان بهایی حق تحصیل در دانشگاه های کشور رو ندارن. حالا اگر شما بخواید یک فعالیت مدنی مسالمت آمیز بکنین، این هستش که باید برین دانشگاه خودتون رو به طور موازی درست بکنین و با این قانون ظالمانه‌ای که در کشور ما برای این جمعیت بزرگ دگر اندیش و که به دیانت دیگری اعتقاد دارن، اینها بتونن زندگی خودشون رو در اون زمینه پیش ببرن. از یک نظر به نظرم این کاری که جامعه بهائیت ایران کرده در راه اندازی این شبکه زیرزمینی، این یک ابتکار و ابتکار بسیار جالبی است و یکی از اشکال نافرمانی مدنی است که واقعا قابل بررسی هست به لحاظ سیاسی اجتماعی به نظرم و یک ابتکار بی‌نظیر هست. ولی از جهت دیگه برای جامعه ایران واقعا یک شرم هست، یعنی برای جامعه ما و برای کشور ما، برای حکومت ما،
یک شرم هستش که نظام جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگوی این باشه که در زمانی که تحصیلات به اصطلاح عالیه در بسیاری از کشورهای دنیا تشویق میشه، به طور رایگان در اختیار مردم قرار میگیره و این به عنوان یکی از حقوق اولیه جامعه بشری در این کشورها به رسمیت شناخته شده و تشویق میشن مردم، در کشور ما بخشهایی از جامعه ما هستند که از این حق طبیعی که همه جا به رایگان در اختیار مردم و اون جوانان و اون کشورها قرار گرفته، این حق رو ضایع کردن و کامیونیتی جمعیت باهایی کشور ما مجبور هست به طور زیرزمینی شبکه‌ای برای تحصیل و ادامه تحصیل فرزندان خودش به وجود بیاره. این به نظر من یکی از، گرچه گفتم یک شاهکار هست از طرف جامعه بهایی به عنوان یک شیوه از نافرمانی مدنی در مقابل قوانین ظالمانه، ولی در عین حال یک شرم هست بر نظام جمهوری اسلامی ایران که به این شکل در جامعه تحصیل رو به یک شبکه زیرزمینی تبدیل کرده. سپاسگزارم آقای رضا فانی یزدی. اجازه بفرمایید که دانا جان سوال بعدیم رو از شما بکنم. شما به عنوان مشاور این کمپین آموزش در زیر آتش، میبینم که با دانشگاه های مختلف شما در ارتباط هستی، آیا هدفی شما برای این کار چیه؟ میدونم که چندین مورد در تارنمای شما ذکر شده، ممکنه هدفتون رو برای ما بگید؟ حتما. خب این کمپین در اکتبر سال پیش آقای دیوید هافمن که ایشون در فلوریدا زندگی میکنن، این فیلم رو ساختن با دایرکتور، اسمشون هم هست آقای جف کافمن، و دانشگاه کلمبیا در نیویورک اولین جا بود که پریمیر این فیلم بود و این کمپین. و چیزایی یه چند تا چیز هست و نامه که اشاره کرده بودم از آقای دزمن توتو و رئیس جمهور ایستیمور آقای هورتا، و در این یه چند تا چیز مختلف میگن که اولا این هستش که همه کسا که در این دانشگاه که آقای فانی صحبت میکردن BIHG که الان در زندانن، اونا را آزاد بکنن و کسایی که بر هر عقیده مذهبی یا عقیده اگر کار حقوق بشری کردن را اجازه درس بدن. این دوتا از مهمترین چیز هست. خب اجازه بده اینجا دونه دونه بریم جلو، به دلیل اینکه مطلب خیلی مهم هست. اینه که میتونم به اصطلاح خبری که از بی بی سی بوده اینجا مراجعه بکنم که مقامات امنیتی ایران در روز 21 ماه می به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دستاندرکاران مؤسسه علمی آزاد مراجعه و حداقل 11 نفر اونها رو دستگیر کردن. ما میدونیم که این دوستان در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اونجا خوانده شدن و به جرم ارتباط با مؤسسه آموزش عالی بهایان به 4 تا 5 سال محکوم شدند. بنابراین این رو درست میفهمم دانا جان که یکی از هدفهای شما آزادی این به اصطلاح مدرسین و این معلمها و این مدیران دانشگاه علمی هست، درسته؟ درسته، دقیقا. و منم یه کسی که خب فقط میشه 3-4 ساله که خودم از دانشگاه تحصیل کردم آمدم بیرون، فکر میکنم چقدر اون استادای خودم اثر مثبتی داشتن روی زندگی من، رو همه کارهایی که در آینده میخوام. هنوز در تماس هستیم و فکر میکنم برای همه این استادا که خودشون در زندانن، برای خانوادهشون و برای تمام اون دانشجوها که با اینا تماس داشتن زیر نظرشون درس میخوان، واقعا چقدر یه چیز وحشتناک و ترسناکی هستش. اینه که یکی از اولین چیز این کمپین اینه که اینها را آزاد بکنن. بله. دومین چیز که گفته بودم به شما این هستش که این بهائی‌ها یا همه کس در ایران که اجازه درس ندارن را اجازه را بگیرن و بتونن تحصیلات خودشون رو ببرن جلو. واقعا درس و تحصیلات در و همه، خب نباید دانشگاه برن، ولی کسایی که میخوان و نتونن
یعنی من اصلا زندگی خودم را نمیتونم تصویر بکنم بدون این تقریبا 10 سال که در با این دوتا دانشگاه ها درس میخوندم. خودم هم TA بودم و میدم چقدر واقعا زندگیه، زندگی یک جوان در حقیقت همون تحصیلشه. در بسیاری از وبلاگ ها می نویسند که این محرومیت تحصیلات عالی در حقیقت نسل کشی فرهنگی است. بله، سومین هدف شما چیست؟ این هستش که این کردیت های این دانشجو در BIAG را در دانشگاه های خارج از کشور ایران را قبول کنم. به عنوان خب اگر فرض کنی یه نفر لیسانسش را در BIAG گرفته، میخواد یه جای فوق لیسانسش را بخونه، این اجازه را داشته باشه. و یه خبر خیلی خوب به شما بگم که بعد از این Education Under Fire که در دانشگاه هاروارد رفته بود و الان دانشگاه هاروارد School of Education قراره که BIAG کردیت ها را اکسپت کنه، که خیلی خوشحالیم، خیلی هم چیز بزرگی، قدم بسیار مهمی هست. یعنی بچه هایی که از دانشگاه علمی آزاد میان بیرون به راحتی میتونن برن دانشگاه هاروارد و مدارک تحصیلشون قبول بشه. بله، اگر اپلای بکنم و خب درخواست بکنم، بله، خیلی هم خوشحالیم با این بات. و چهارمین نکته که در این نام نوبل لوریت لتر هستش اینه که شاید یه طوری برای کسایی که در ایران هستن آنلاین بتونن یه نتورک هایی باشه که اونام در خارج رو آنلاین، یا اگر ایران بمونن بتونن آنلاین درس بخونم. بله، بسیار قدم مهمی هست، بسیار قدم مهمی. اجازه میدی که از آقای رضا فانی عزیز، آقای فانی عزیز، راجع به این مطلب جنابعالی نظری صحبتی؟ به نظرم اهداف کمپین در واقع همینجور که خانم دانا اشاره کردن عبارتن از این که اول از همه و مهمتر از همه آزادی مسئولین و مدیران و استادان دستگیر شده هستند و ادامه فعالیت اونها و آزادی تمام این دستگیر شدگان. به نظرم این قدم اول هست که کسانی که حداقل تحت این شرایط حاضر بودن که با تمام زحمات و با تمام وسایل و مشقات این مرکز رو راه اندازی بکنن و خدمت بکنن به بخش جامعه ما و که اونها جامعه بهائی ایرانی هستن، اونها باید بلافاصله از زندان آزاد بشن، چرا که نه تنها هیچ جرمی نکردن بلکه اونها خادم به کشور هستن. یعنی کادر علمی که در حقیقت به ابتکار دست داده و یک دانشگاهی رو در کشور فراهم کرده، یک مرکز علمی رو فراهم کرده که بسیاری از بچه های جوان ایرانی بهایی از اونجا فارغ التحصیل شدن، اینها باید ازشون قدردانی بشه نه زندانی بشن. دوم همین بخش دیگری که به نظرم باید دوستانی که با کمپین کار میکنن علاقمند هستن، به حقوق به اصطلاح بشر پایبند هستن، به حقوق بشر خودشون رو فعال حقوق بشر میدونن و با سازمان‌های علمی، با دانشگاه‌ها، محیط‌های به اصطلاح آکادمیک آشنایی دارن و رابطه‌ای دارن، باید این سازمان رو اول از همه معرفی بکنن، این دانشگاه آزاد ملی رو باید معرفی بکنن و بگن که یک چنین به اصطلاح مؤسسه علمی در ایران هست، به چه دلیل این شکل گرفته و این مؤسسه به رسمیت شناخته بشه و کسانی که از اونجا فارغ التحصیل میشن مثل بقیه افرادی که از دانشگاه‌های دیگه فارغ التحصیل میشن بتونن تقاضا بکنن برای ورود به رشته‌های تحصیلی و ادامه تحصیل بدن و مدارکشون شناسایی بشه. به نظرم این کاریست که این کمپین مورد توجهش هست و امیدوار هستیم همه ما که حامی این کمپین هستیم و دوستانی که ابتکار این کمپین رو داشتن و شما که زحمت میکشین این کمپین رو معرفی میکنین در واقع کمک بکنن دوستان به این که این کمپین پیش بره. اون چه رو که من مشاهده کردم تا به حال باید این بیشتر معرفی بشه. هدف یکی از اهداف اولیه این کمپین این هستش که چنانچه در صفحش اگر نگاه بکنین 25,000 امضا در واقع پای این در اسمشون رو بنویسن و حامی این کمپین باشن.
کمپین یکی دو هفته هست شروع شده، ولی متاسفانه ما هنوز کمپین رو نتونستیم خوب معرفی بکنیم و به اندازه کافی حامی پیدا نکرده. تا حدود 7600 نفر فکر میکنم تا الان ما صحبت میکنیم اسماشون رو اونجا زدن به عنوان حامی، ولی لازمش این هستش که کمپین به هدف اولیش که 25000 حامی لازم داره به اون هرچی سریعتر برسه که بتونه گامهای بعدی رو بهتر و بهتر برداره. آقای فانی عزیز، اجازه بفرمایید که این سوال رو از جناب علی بپرسم. شما تصور میکنید که اگر ما 25000 امضا روی اون مدرک می داشتیم، آیا در آزادی دوستان عزیز ما از زندان و اتفاقاتی که در ایران می افته مؤثرتر می بود؟ به نظرم حتما مؤثر هست. ببینیم اعتراض اجتماعی حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در زمان حال به اون توجه نده یا ظاهرا وانمود بکنه که اهمیتی نمیده به این اعتراضات، ولی این گونه نیست. چنانچه در بقیه موارد دیدین، زمانی که میخواستن کسی رو سنگسار بکنن، زمانی که میخواستن کسی رو دادگاهی بکنن، اعدام بکنن، به هر دلیلی در تمام این حرکت‌های اعتراضی که در ایران شکل میگیره در مقابل فشارهایی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف وارد کرده به شهروندا، این اعتراضات حتما گوش شنوا پیدا خواهد کرد. این گوش شنوا هم به دو دلیل هست. یک، این که جمهوری اسلامی ایران باید به هر حال در محافل بین‌المللی پاسخگو باشه در رابطه با این اعتراضات. وقتی شخصیت هایی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و احترام اجتماعی، احترام سیاسی بین المللی اونها دارن، اونها اونجا اسمشون رو میذارن و آبرو و حیثیتشون رو میذارن، یا اگر کادرهای به اصطلاح برجسته سیاسی، علمی، شخصیت های سرشناس ایرانی که سرمایه های بزرگی هستن در خارج از کشور و از هاشون اسمشون رو پای این کمپین بذارن، جمهوری اسلامی ایران مواجه هست با یک موج اعتراضی که نمیتونه چشمشو به روی اون ببنده و حتما باید پاسخگو باشه چنانچه تا به حال بوده. به نظرم به قول معروف ما ایرانی ها، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یعنی تمام این مبارزات اجتماعی که بر علیه تبعیض در کشور ما در جریان هست، شاید همین امروز یا فردا که ما کمپینی رو شروع میکنیم نتیجه مستقیمش رو و اهداف نهاییش رو نبینیم، ولی حتما نتیجه خواهد داد و حداقلش این هستش که حتی اگر ما به تمام اهداف اون دست پیدا نکنیم، به بخشی از اونها دست پیدا خواهیم کرد و اولینش آزادی این افراد هست که در زندان هستن، که اصلا نباید در زندان باشن، چرا که تحصیل و کمک به تحصیل شهروندان در یک کشور جرم نیست و این باید در مجامع عمومی به همین ترتیب اعلام بشه که کسانی که در واقع خدمت کردن به کشور و در یک اقدام فرهنگی مشارکت کردن، اونها به طور غیرقانونی در زندان به سر میبرن و ما خواهان آزادیشون هستیم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به برنامه نواندیشان نگاه میکنید. برنامه است برای در خدمت آزادی، در خدمت عدالت و در خدمت دوستی و تفاهم. میهمانان عزیز برنامه امروز ما آقای رضا فانی یزدی هستند، کنشگر حقوق بشر، فعال سیاسی و کسی که خودشون 6 سال در زندانهای جمهوری بودند. میهمان عزیز دیگر ما خانم دانا حکیمیان هستند. ایشون مشاور کمپین آموزش در زیر آتش هستند، با دانشگاه‌های مختلف به بحث و گفتگو نشستند، مسئله این کمپین رو با اونها بازگو کردند و نتایج بسیار جالبی گرفتند. در 5-6 دقیقه گذشته صحبت کردند از دانشگاه‌های مختلف و نامه‌ای که از دانشگاه هاروارد به دستشون رسیده بود. البته دوستان عزیز میتونن در تارنمای این کمپین که هست Education Under Fire، دانا جان میخوای که لطف کنی و لینک
Education Under Fire. حتما و همینجوری که آقای فانی هم توضیح کردن میتونن برن و به این 25,000 خودشون هم جز بشن و هست www.educationunderfire.com و تریلر فیلم هم هست اونجا و 25,000 letters و این نوبل لوریت لتر هم همه اونجا هست. بله سایتش هست. انشالله در برنامه های بعدی سایت رو بیشتر نشون میدیم. دانا من از شما این سوال رو دارم که شما در گفتگو و صحبتی که با دانشگاه های مختلف داشتین با افرادی که افراد مهمی بودند در دانشگاه هم در امریکا و در هم کانادا، شما چه واکنشی چه فیدبکی از اونها دیدید و چطور هست که اگه ممکن است این رو با بینندگان ما اگه ممکن هست در میون بگذارید؟ چه چیزایی که خود دانشجو بودن؟ اونها چجور نگاه کردن؟ فرض کنید با اساتیدی که صحبت کردید با کسایی با شما همدردی کردن، سیمپاتی نشون دادن، چه فیدبکی گرفتین؟ چه واکنشی از اونها دیدین؟ اینم واقعا چقدر سوال خوبی هستش و تو این چیز خیلی ناراحت کننده که بعضی وقتا به آخر روز میگم وای چقدر من میتونستم یکی از این دانشجوهای بیای چی خودم باشم، من خانوادم خودم در ایران به دنیا آمدم و اگر نمیومدیم این طرف منم همین سرنوشت رو میتونستم داشته باشم. و دیشب من دانشگاه واترلو بودم، برای یه مدتی ونکوور بودم با دانشجوهای SFU و UBC، دو هفته پیش اتاوا بودم و مونترال و با دانشگاه تورنتو. و چیزی که واقعا با همه این دانشجوها که میرم صحبت میکنم میبینم چقدر ایران را دوست دارن، چقدر میخوان خدمت بکنن و بیشترشون هم شاید اصلا ایرانی نیستن ولی خودشون برای که خب باهایی هستن و بعضی که اصلا باهایی نیستن میگن که این یه چیز اساسی حقوق بشر هستش و واقعا امیدوار میشم که اینا وقت از درسشون میزنن و مثل پول میزنن که پرینتینگ بکنن و همین ویژنه که آقای دیوید هافمن در فلوریدا اول میخواست که واقعا بیارن همه این دانشجوها که در آمریکا و کانادا هستن بیان واقعا به دانشجوهای ایران ما که اینجا آزاد هستیم هر چی که بتونیم را انجام بدیم کمک بکنن دست به دست هم بدن. بله و چقدر ایران را دوست دارن و خیلی هم کمپین اولین لانچش در دانشگاه کنکوردیا بودش و در مونتریال شروع بود. بله و دیدن که اخبار بود فیلم بودن چقدر دانشجو زیاد اومده بودن، استادا همکاری کردن و یکی از استادا حتی پرسنت 3% اضافه میداد به هر دانشجویی که میومد در کلاسشون که میومد این لانچ این ایژوکیشن اندر فایر و واقعا چقدر همکاری میکردن و از کانادا و آمریکا این دانشگاه بزرگ چقدر همکاری میکنن. واقعا از این خیلی خوشحالم. پس دانه جان من درست میفهمم اگر فکر کنم که این کمپین Education Under Fire یک کمپینی بوده که در حقیقت نه فقط برای اساتید باهایی یا ایرانی یا دانشجوهای باهایی یا دانشجوهای ایرانی بوده باشه بلکه در سطح خیلی عمومی تر مطرح شده و مردم این یک حرکت انسان دوستانه است که میخوان بگن که خب درس خوندن چه ربطی داره به دین و باور کسی؟ مثل که به ما بگیم سیاهان امریکا نرن دانشگاه چون سیاهان. منظور من این هستش که این مسئله نوع دوستانه مورد قبول واقع شده و حمایت میشه از طریق استادها و همچنین دانشجویان مختلف. درسته و برای همه کسایی که شاید امشب این برنامه رو ببینن، شاید هم کسایی که در ایران هستن، میخوایم بدونین که این دانشجوها که دارن این همه زحمت میکشن برای شما اینه که اینقدر شما رو دوست دارن و میخوان یه روزی همشون هم میگن کاش که ما میتونستیم این دانشجوها رو خودمون در ایران ببینیم، باهاشون صحبت بکنین. و در دانشگاه کانکوردیا چقدر بعد از برنامه اومدن به ما صحبت کردن که میخواستن یه برای اونا درس بدن، میخوان نامه براشون بفرستن و چقدر واقعا این زیبا بود که من با چشم خودم ببینم چقدر از همه جاهای مختلف دنیا میخوان برای دانشجوهای ایران کار بکنن.
پس شما غیر از اینکه خبر رسانی میکنید آنا جان، بلکه یک ایجاد همبستگی و سالیداریتی کردی که این همبستگی بین افرادی که اصلا با دانشجویان ایران قبلا آشنایی نداشتن، حالا به این دگراندیشان، چه بسا از این دانشجویان فعالان سیاسی بودن، اصلا به اصطلاح نوع دیگری می اندیشیدند در اجتماع، به دلیل اون نمیتونن به دانشگاه برن. حالا ما بین یک دانشجویی که در مونتریال درس میخونه و یک دانشجویی که مثلا قراره در سنندج درس بخونه، یک ارتباطی پیش آمده که این ارتباط خودش به خودی خود همونطور که گفتی خیلی زیباست. آقای رضافانی عزیزی، ما یک مصاحبه رادیویی داشتیم با یکی از دوستان، خانم فرزانه ثابتان، که خودشون هم از اساتید دانشگاه علمی آزاد بودند و ایشون میگفتند که این تنها دانشگاهی بود که من دیدم که شاگردا برای نمره درس نمیخوندن و اساتیدم برای پول درس نمیدادن، چون که خب اساتید داوطلب بودن، شاگردها هم نمیدونستن که آیا بالاخره با این کارنامه که میگیرن یا این لیسانسی که میگیرن به کجا میتونن برن. شما چه عقیده دارین راجع به این مطلب؟ ببینید، من فکر میکنم که خب حتما همینطور بوده که خانم ثابتان گفتن و احساس ایشون کاملا احساس درستش، چون که ایشون اونجا کار کردن و این رو احساس کردن. ولی خب به نظرم جدای از این که ما این احساسات رو میبینیم و شاهدش هستیم و بسیار هم جالب هست که این محرومیت ها موجب میشه که این احساسات شکل میگیره، همبستگی ایجاد میشه، در واقع این ابتکارات به وجود میاد. ولی همه اینها در واقع بهتر است که این احساسات در جاهای دیگه به وجود بیاد. بهتره که یعنی بحث من این هستش که این محرومیت درسته این احساس رو به وجود آورده، ولی ما اصلا خوشنود نیستیم از این. ما ناراحتیم که چنین محرومیتی به وجود اومده، تعداد قابل توجهی از هموطنان ما محروم شدن از تحصیل، تعداد قابل توجهی از هموطنان ما محروم شدن از اینکه در دانشگاه ها درس بدن، اساتیدی که در این مؤسسه علمی آزاد کار میکردن و اینها مجبورن بدون دریافت حقوق برن اونجا و دانشجو هم بیاد اونجا بدون اینکه مدرکی بدونه به اصطلاح بهش میدن یا نمیدن. اگر بهش میدن اون مدرک در اون کشور که اصلا اعتبار نداره، در کشورهای دیگه هم هنوز اعتبار کسب نکرده جز همین موارد محدودی که به اصطلاح خانم دانا بهش اشاره کردن. بنابراین این در این حال مایه ناراحتی است. یعنی من بسیار بسیار ناراحتم از این بابت که اون اساتید باید در دانشگاه‌های ایران درس بدن، حقوق بگیرن، احترام اجتماعی داشته باشن مثل بقیه اساتید دانشگاه‌های ایران. دانشجوها هم باید سر کلاس‌های درس که حاضر میشن مطمئن باشن که اون کلاس‌ها کلاس‌های رسمی درس هست. اونها بعد از اینکه چند سمستر درسشون رو خوندن از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، مدرک اونها قابل ارائه هست، با اون مدرک در کشور خودشون یا در دیگر جاهای دنیا میتونن کار پیدا بکنن، میتونن ادامه تحصیل بدن. و این در واقع هدف این کمپین هست. هدف این کمپین ایجاد همبستگی برای این هستش که ما بتونیم برگردیم این مؤسسه رو، اول از همه افراد آزاد بشن از زندان، دوم این مؤسسه بتونه کار خودش رو ادامه بده و سوم این مؤسسه بتونه در واقع به عنوان یک مؤسسه علمی مثل دیگر مؤسسات علمی کار بکنه و افراد بتونن حق داشته باشن که در این مؤسسه درس بخونن و در این حال حق داشته باشن در مؤسسات دیگر علمی کشور ما هم درس بخونن. یعنی مهمتر از همه باز این هستش که اصلا اساس وجود یک چنین مؤسسه‌ای بر اساس تبعیض به وجود آمده. شاید اگر در ایران تبعیض ایژوکیشن وجود نداشت و هموطنان بهایی ما میتونستن در دانشگاه های ایران مثل بقیه ایرانی ها درس بخونن، اصلا لازم نبود که بهایی ها اصلا یک همچنین مؤسسه‌ای رو داشته باشن. مگر در دیگر جاهای دنیا چنین مؤسسات فرهنگی وجود داره؟
انجمنهای دینی وجود داره، انجمنهای بسیار کلاسهای اخلاق وجود داره، کلاسهای فرهنگی وجود دارن، ولی لازم نیستش که جوامع مذهبی هر دیانتی برای خودش دانشگاه خودش رو به وجود بیاره، چرا که مؤسسات علمی رسمی کشور از پذیرش اونها خودداری میکنن. بنابراین به نظرم هدف اساسی کمپین باید بر این باشه و احساسات ما هم باید بر اینجا به استناد متمرکز بشه که ما خواهان حذف کامل تبعیض در رابطه با هموطنان بهایی خودمون در ایران هستیم و میخوایم که اونها بتونن برگردن در هر دانشگاهی که مایل هستن و میتونن در اونجا مثل بقیه شانس برابر داشته باشن که شرکت بکنن. لزومن هم به این معنی نیستش که همه بچه های ایرانی هم هر جا که میخوان دانشگاه صنعتی شریف خوبه، همه نمیتونن برن، ولی همه این فرصت رو دارن به طور برابر که در کنکور شرکت بکنن، تقاضا بکنن برای اون دانشگاه، بعضی ها قبول میشن بعضی ها نمیشن. همین وضعیت باید در مورد هموطنان بهایی ما هم باشه و تبعیض تحصیلی باید از محیط کشور ما رخت بر ببنده. سپاسگزارم آقای فانی یزدی. دانا جان اگه ممکن هست، دیگه تصور میکنم اواخر برنامه ما هست، اگر ممکن هست به بینندگان عزیز ما، اگر احیانا کسی که خودش محروم از تحصیل بوده به ما گوش میکنه، کسی که این درد رو داشته، چه بسا باهایی نبوده، چه بسا فعال سیاسی بوده، چه پیامی داری که به اونها بدی؟ به عنوان کسی که از یک سالگی از ایران بیرون بودی، به نظرت حقوق بشر مهمه، مطالعات اسلامی در دانشگاه تورنتو تحصیل کردی و به طور کلی برات حقوق بشر چیز مهمیه، چه پیامی داری که بگی؟ خیلی ممنون. و الان که داشتی صحبت میکردی به یاد همه اون دانشجوهای بی‌آی‌چی که من برای تقریبا 2 سال یا 3 سال با اینا انگلیسی کار میکردم. و شما خود انگلیسی درس میدادی؟ بله. از کانادا از طریق اینترنت؟ بله، از طریق سکایپ. هفته یه بار با این دانشجو صحبت میکردیم و واقعا من ندیده بودم یه گروه اینقدر درس رو دوست داشته باشن. می اومدن سر سکایپ کلاس که در اینترنت بود و همیشه خوشحال بودن، همیشه از من سوال بیشتری داشتن که خودشون چقدر علاقه داشتن انگلیسی رو یاد بگیرن. و الان که داریم صحبت میکنیم اصلا همه عکسای اونا جلو چشمم میاد، چهره های اونا رو میبینی الان. درسته، درسته. و خودم و هم‌اتاقیمشونم که یه خانم آمریکایی هستش، ایشون هم همین کار رو میکرد و میدونم که جاهای مختلف در کانادا، در آمریکا و با دانشجو که خودم با چشم خودم دیدن شبانه روز داره برای Education Under Fire کار میکنن، میدونن میان این بر اون بر، واقعا برای اینی که واقعا حس نزدیکی دارم برای این دانشجوها. و ما میدونیم که خب فشارهایی که برای شما الان هست شاید نفهمیم و دوریم ازشون و این شانس کتابخونه رفتن و بشینیم در کلاس، یعنی تو این میگم بعضی وقتا یه خانومی تعریف میکرد که در سر کلاس که بودی نمیدونست یه هوی پلیس بیاد دستگیر کنه خودتو یا استادتو و من شاید اصلا نمیتونم این را بفهمم. بله. ولی چیزی که میخوایم بگیم اینی که ما با شما هستیم. اون همکار خودم در کمپین بیشترشون آمریکایی هستن و اصلا ایرانی نیستن، ولی اینقدر ایران را دوست دارن که حاضرن 7 روز هفته شاید 12-13 ساعت در روز کار بکنن برای این کمپین، برای این که واقعا حس خیلی نزدیک میکنم. خود منم این حس نزدیکی رو داریم و امیدواریم به روزگار بهتری برای شما. چقدر اسفبار هست که در سال 2012 در قرن 21 افرادی در جهان باشند که نتونن فرصت تحصیل داشته باشند به خاطر باور سیاسیشون، به خاطر باور مذهبیشون، به خاطر مسائلی که کوچکترین ربطی نداره به حقوق بشر. حقوق بشر مسئله عاطفی نیست، حقوق بشر میثاق بین المللی است، مطلبی است که بسیاری از ممالک و البته ایران اون رو امضا کرده. جناب فانی یزدی،
چه پیامی دارید برای دوستان عزیز ما اگر که صدای شما رو بشنوند؟ من پیامم این هستش که اول از همه دوستانی که صدای من میشنوند از این کمپین حمایت بکنن، اسمشون رو اضافه بکنن به لیست حامیان این کمپین، کمک بکنن این کمپین رو معرفی بکنن در محیط هایی که هستن و کمک بکنن به آزادی این دوستانی که در زندان هستن و دوستانی که برای حق تحصیل مبارزه میکنن در ایران. به نظرم حق تحصیل یکی از مهمترین حقوق یک جامعه هست، حقوق مهمترین حق یک فرد هست، چرا که با تحصیل افراد تخصص پیدا میکنن، موقعیت‌های بهتری رو میتونن در جامعه داشته باشن و در رده مدیران جامعه قرار میگیرن و میتونن تأثیر اجتماعی داشته باشن در سطح کلان در یک جامعه. محرومیت از حق تحصیل در واقع محروم کردن هم اون فرد هست یا اون گروه اجتماعی است در مشارکتش در مدیریت کشور و تقلیل موقعیت اون گروه اجتماعی به یک موقعیت پست اجتماعی، شهروند درجه دو و درجه سه تبدیل کردن، و در این حال محروم کردن کشور هست و جامعه ایران هست از بخشی از استعدادهایی که در اون کشور وجود دارن و اونها به خاطر محرومیت از تحصیل موفق نشدن که استعداداشون رو به عینیت در بیارن و کمک بکنن به پیشرفت جامعه ایران در عرصه‌های مختلف حرفه‌ای. بنابراین من آرزو میکنم که این کمپین بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه، همه کمک بکنن و جامعه ما هم کل جامعه ایران از این محرومیت در واقع محرومیت منتفی بشه و هم جامعه بهائی ایرانی که حق تحصیل از اونها گرفته شده، اونها حق داشته باشن به شکلی خودشون تمایل دارن تحصیل بکنن در مؤسسات علمی و آموزشی در سراسر کشور ما. آقای فانی یزدی، بسیار سپاسگزار هستیم از همبستگی، از محبت و از عطف نظرتون به اونچه که در جامعه بهائی هست و اتفاق میفته و همچنین جوامع دیگری که مورد تبعیض هستند. بسیار سپاسگزاریم. ممنونم از شما و دوستانی که کمک میکنن این برنامه ها به وجود بیاد و انتشار پیدا کنه. بعد با تشکر از خانم دانا. دانا جان، ممنونیم از همه زحمت هایی که میکشی. فارسی تو خیلی بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردی. بسیار کلامت زیبا بود و کاری که میکنی هنوزم زیباتر. بسیار ممنونم. مرسی از شما واقعا که زحمت میکشین برنامه رو درست بکنیم و آقای رضا فانی برای حرفایی که شما زدیم. مرسی. بینندگان عزیز، برنامه خودمون رو تمام میکنیم با سرویس خبری جامعه جهانی بهائی به تاریخ 31 ژانویه که البته چند سال قبل بوده ولی هنوز هم مرتبط هست به دلیل اینکه متاسفانه هنوز هم این نوع تبعیض اتفاق میفته. ترفند جدید برای جلوگیری از ورود بهائیان به دانشگاه های ایران. هر سال بیش از 1 میلیون دانشجو در کنکور دانشگاه های ایران شرکت می کنند. بنابراین هنگامی که آقای هلاکور رحمانیان مطلع شد که در کنکور بین 1 میلیون نفر رتبه 76 از 100 دانشجویان را احراز کرده، بی نهایت خوشنود شد. اخیراً این دانشجوی 18 ساله از تهران در یکی از بلاگ ها چنین نوشت: خوشحال شدم چون می دانستم که این رتبه بسیار خوب است و می توانم با این رتبه در هر رشته و در هر دانشگاهی که می خواهم پذیرفته شوم. ولی هلاکو از این متعجب بود که چرا تا ماه دسامبر هنوز در هیچ جا پذیرفته نشده است. به همین دلیل به سازمان سنجش آموزش کشور که مسئول اداره و مدیریت کنکور است تلفن زد و با یکی از مقامات عالی رتبه آن سازمان صحبت کرد. آن مقام عالی رتبه نیز از این مسئله متعجب و متحیر شد تا
تا زمانی که آقای رحمانیان اظهار کرد که او بهائی است. آقای رحمانیان می نویسد یک بار بعد از گفتن کلمه بهائی ایشان تلفن را قطع کردند و مکالمه قطع شد. او چندی بعد نامه ای از سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نمود به این مضمون: احتراماً در پاسخ به درخواست شما مبنی بر صدور گواهی رتبه سال 1386 به استحضار می رساند. به جهت نقص مدارک صدور گواهی ممکن نمی‌شود. بینندگان عزیز، قضاوت با شماست و از عطف نظرتون به این برنامه سپاسگزاریم. با نهایت تشکر از آقای فانی یزدی و همچنین خانم دانا حکیمیان، شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم و همچنین از دوستان عزیزی که در اتاق فرمان با ما کمک کردن بی نهایت ممنونیم. روز و شب بخیر.